روزنامه ایندیپندنت طی مقاله ای نوشت که شرایط کنونی و چالش های حاضر سال 1399 را به یکی از دشوارترین سالهای دوران حیات رژیم جمهوری اسلامی و رهبر آن علی خامنه ای تبدیل کرده است. شرایط پیش رو نیز می تواند سخت‌تر هم بشود و نه تنها ممکن است به چالش‌های موجود بیفزاید، بلکه می تواند نیمه دوم سال 1399 را به سخت‌ترین دوران نظام حاکم بر ایران بدل کند. دورانی که بعید است علی خامنه ای بتواند به عافیت از آن عبور کند. برای بررسی جزئی تر این شرایط و چالش‌ها می توانیم دست کم به سه چالش بزرگ رویاروی جمهوری اسلامی اشاره کنیم که در ادامه این برنامه به آن می پردازیم. چالش اول، افزایش فشارهای خارجی و پیدایش بزرگترین بحران اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی ایران. درآمد نفت ایران در 28 ماهی که از خروج آمریکا از برجام می‌گذرد، روز به روز کمتر شده است و در حال نزدیک شدن به صفر است. تا پیش از خروج آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، ایران روزانه بیش از 2.5 میلیون بشک نفت صادر می‌کرد و با تکیه بر درآمد آن، نیازهای دلاری خود را برای واردات و پرداخت‌های خارجی‌اش تأمین می‌کرد. اما در یک روند 28 ماه تقریباً صادرات نفت ایران به صفر نزدیک شده است و خبرگزاری های مانند رویترز از صادراتی در حد 100 تا 200 هزار بشکه در روز آن هم از راه های غیر علنی و مخفیانه خبر می دهند. مشتریان بزرگ نفت ایران مانند چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و اتحادیه اروپا دیگر قادر به خرید نفت ایران نیستند. در مرحله دوم، اندک درآمد نفتی نیز که از طریق راه‌های مخفیانه و قاچاق حاصل می‌شود، به سختی می‌تواند به کشور برگردد. آمریکا راه مبادلات دلاری بزرگ با ایران را بسته است و با توجه به کنترل گردش مالی دلار در جهان از سوی آمریکا، امکان انتقال همین درآمد محدود دلاری به درون ایران یا استفاده از آن برای پرداخت‌های بین‌المللی ایران به شدت محدود شده است. کشورهای معدودی مانند چین که مخفیانه از ایران نفت خریداری می کنند، پول حاصل از نفت صادراتی ایران را در بانکهای خود نگه می دارند و دولت ایران را مجبور می کنند که از آنها کالا خریداری کند و از تحویل دلار به ایران خودداری می کنند. کره جنوبی نیز که حدود 7 میلیارد دلار از بابت واردات نفت به ایران بدهکار است و این رقم را در بانکهایش بلوکه کرده است، با این استدلال که ایران تحت تحریم است، از بازگرداندن پول‌های آن خودداری می‌کند و حد اکثر راضی شده است که در ازای آن به ایران دارو بفروشد. اتحادیه اروپا و قدرت‌های اروپایی نیز حاضر نیستند تجارت خود را با آمریکا به خطر بیاندازند و اکثر کشورها و شرکت‌های بزرگ اروپایی تجارت و داد و ستد با ایران را متوقف کردند. حتی نزدیک‌ترین کشورهایی که جمهوری اسلامی آنها را دوست خود می‌داند، مانند عراق، حاضر به پرداخت دلاری بابت واردات گاز و برق خود از ایران نیستند. شاید چین و روسیه تنها کشورهای مهمی باشند که در این میان حاضر به ادامه همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی شدند. اما بسیاری از کارشناسان و مردم و افکار عمومی نیز بر این باورند که این کشورها نیز در چهارچوب چالش‌های موجود در روابط ایران با آمریکا و اتحادیه اروپا و نیز چالش‌های ایران با قدرت‌های منطقه‌ای تنها در صدد سوء استفاده از ضعف رژیم جمهوری اسلامی به نفع خود و کسب امتیازات بزرگتر از آن هستند. نمونه آن را می‌توان در واکنش گسترده منتقدان و مخالفان حکومت ایران علیه قرارداد 25 ساله ایران و چین مشاهده کرد که گرچه هنوز نهایی نشده است، اما مخالفت‌های بسیاری را در پی داشته است و منتقدان و مخالفان دولت و نظام حاکم را به ایران فروشی متهم کردند. چالش دوم، ناکارآمدی حکومت در اداره و کنترل کشور. این باور به تدریج و طی سالیان متمادی بین بسیاری از ایرانی ها تقویت شده است که دولت های مختلف در ایران و کلیت رژیم جمهوری اسلامی
در حل مسائل مختلف کشور و در مجموع در حکومتداری مناسب ناکارآمد هستند و بخش عمده‌ای از مشکلات کشور به ناکارآمدی رژیم برمی‌گردد. نظام سیاسی کنونی ایران بر پایه نظریه ولایت فقیه بنیان گذاشته شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی برخی نهادهای انتخاباتی چون ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نیز برای اداره امور کشور در نظر گرفته شدند. اما ولی فقیه و رهبر در رأس نظام قرار دارند و در عمل یک مقام ناپاسخگو با اختیارات نامحدود وجود دارد که عملکرد نهادهای انتخاباتی را کنترل یا خنسا می کند. رهبر رژیم جمهوری اسلامی در حالی که از طریق ریاست و فرماندهی بر نهادهای مختلف اقتصادی، قضایی، نظامی، اطلاعاتی، امنیتی، فرهنگی و مذهبی در عمل یک دولت پنهان بزرگتر از دولت رسمی ایران در اختیار دارد، در برابر هیچ یک از اقدامات خود به مردم پاسخگو نیست. از طرف دیگر، سپاه پاسداران نیز به عنوان یکی از مهمترین نهادهای قدرتمند و بازیگر کشور بعد از علی خامنه‌ای در همه امور از جمله امور سیاسی و اقتصادی و اطلاعاتی و فرهنگی و روابط خارجی دخالت می‌کند و چون از حمایت رهبر رژیم برخوردار است، تقریبا هیچ نهادی از جمله دولت و مجلس توان مقابله با آن و محدود کردنش را ندارند. شورای نگهبان نیز به امر رهبر رژیم مانع برگزاری انتخابات آزاد در ایران می شود و فقط به معدودی از نامزدهای مورد حمایت و وفادار و مطیع رهبر اجازه شرکت در انتخابات می دهد. نظام قضایی کشور نیز تقریبا زیر نفوذ و کنترل نهادهای اطلاعاتی و امنیتی از جمله سازمان اطلاعات سپاه است و هر صدای منتقد و مخالف را خفه می کند. یک نمونه ساده و زنده، بازداشت و محاکمه و زندانی کردن شماری از فعالان سیاسی و مدنی است که در سالهای اخیر خواستار تغییر ساختار نظام و استعفای علی خامنه ای شدند. در سیاست خارجی کشور نیز سیاست‌های چالش برانگیز با آمریکا، اسرائیل، عربستان، مصر و امارات ادامه یافته و سکان سیاست خارجی کشور به جای دیپلمات‌ها در اختیار فرماندهان بی‌کفایت سپاه پاسداران و نیروی قدس قرار گرفته است. ادامه برنامه‌های انرژی هسته‌ای بدون توافق و تعامل با جهان و نیز قرار دادن برنامه موشکی در خدمت سیاست‌های تندروانه حکومت، روز به روز جمهوری اسلامی و به تبع آن مجموع امور کشور را در منطقه و جهان منزوی‌تر کرده است. و با آنکه جمهوری اسلامی می‌کوشد تا گروه‌های نیابتی خود را برای پیشبرد سیاست‌هایش به کار گیرد، اما هیچ یک از قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی حاضر به پذیرش ایران در معادلات و بازی‌های سیاسی منطقه‌ای و جهانی نیستند. و در نهایت چالش سوم که می‌تواند بسیار جدی‌تر از دو چالش اول باشد، افزایش اعتراضات ضد حکومتی و احتمال زیاد قیام مردم علیه حکومت. افزایش فشارهای خارجی، بحران اقتصادی و ناکارآمدی حکومت در جلب رضایت مردم در مجموع باعث وضعیتی شده است که افزایش اعتراضات بزرگ ضد حکومتی را باید نتیجه بیچون و چرای آن دانست. رژیم جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری با احتمال اعتراضات بزرگ مردمی و ضد حکومتی روبرو است و احتمال قیام و شورش مردم علیه حکومت دور از ذهن نیست. گذشته از اعتصابات و اعتراضات پراکنده، در سالهای 96 و 98 دو اعتراض بزرگ در سطح کشور رخ داد که اعتراضات آبان 98 را باید بزرگترین، وسیع‌ترین و فراگیرترین اعتراضات علیه رژیم جمهوری اسلامی در 42 سال اخیر دانست که بسیاری از استانهای ایران و ده‌ها شهر را در بر گرفت. چون این وضعیتی سال 1399 و ماه‌های پیش روی آن را به یکی از سخت‌ترین سال‌ها و بلکه سخت‌ترین آنها در حیات 42 ساله جمهوری اسلامی و زمامداری 31 ساله علی خامنه‌ای بدل کرده است. نه تنها بسیاری از شهروندان ایران بلکه بسیاری از مقامات حکومتی و شخص علی خامنه‌ای نیز حالا چشم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دوخته‌اند. پیروزی مجدد دونالد ترامپ که معتقد به راهبرد اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی است، می‌تواند وضعیت نظام را که مجبور خواهد بود 4 سال دیگر با چنین دولتی در آمریکا سر کند
وارد عمیق‌ترین بحران دوران حیات خود کند. بحرانی که به نظر بسیاری از کارشناسان این رژیم توان عبور از آن را ندارد. لذا مقامات ایران امیدوارند با پیروزی جو بایدن، نامزد دموکرات‌ها، اندکی از فشارهای فلج کننده آمریکا بر جمهوری اسلامی کم شود. هرچند برخی نیز معتقدند که حتی در چنان صورتی نیز وضعیت روابط خارجی ایران به دوران پیش از دونالد ترامپ بر نخواهد گشت. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.